و اگر در بین شما کسی یافت شود که امشب برود و احتیاجات خود را در معبد خدای جدید رفع نماید، من به او چند پیاله دم تمساح خواهم نوشانید و این کار اشکال ندارد، زیرا معبد این خدای ملعون موسوم به آتون دیوار ندارد و اگر شخصی نزدیک باشد میتواند به سهولت از مستحفظین بگریزد و من چون خود میتوانم این کار را بکنم، ولی به مناسبت اینکه کاهن معبد آمون هستم، اگر مرا ببینند خوب نیست و باعث تحقیر آمون می شود این کار را نمی کنم. در این وقت مردی که اثر آبله بر صورت داشت از یک طرف میخانه برخاست و به کاهن نزدیک گردید و قدر آهسته با وی صحبت کرد. کاهن او را کنار خود نشانید و به وی دم تمساح نوشانید و مرد بعد از اینکه از حرارت نوشابه مزبور سرگرم شد، با صدای بلند خطاب به کاهن گفت: من حاضرم که بروم و این کار را که گفتی بکنم، برای اینکه من به آمون عقیده دارم و محال است که بتوانم قبول کنم که خدای دیگری جای آمون را بگیرد، زیرا از روزی که من متولد شدم آمون را میپرستم. کاهن گفت: اگر تو امشب بروی و احتیاجات خود را در محراب معبد آتون رفع کنی، من تو را آمرزیده خواهم کرد و حتی اگر جنازه تو مومیایی نشود، باز بعد از مرگ به سرزمین سعادت بخش مغرب خواهی رسید، زیرا هر کس برای آمون بمیرد ولو مثل ملاحان در دریا غرق شود به سرزمین مغرب خواهد رسید. آن وقت کاهن از فرط مستی خطاب به کسانی که در میخانه بودند گفت: اگر شما در راه آمون مرتکب قتل شوید و سرقت کنید و خانه ها را بسوزانید و هر عمل زشت دیگر نمایید، من شما را خواهم بخشید و حتی اگر فرعون را به قتل برسانید شما را عفو می کنم. وقتی صحبت کاهن به اینجا رسید، میفروش یعنی شاگرد کاپتا که میخانه را اداره می کرد به کاهن نزدیک گردید و یک ضربت چوب بر فرق او زد، به طوری که کاهن بر زمین افتاد و میفروش گفت: این را هم من برای آمون می کنم، زیرا می دانم که آمون گفته که هیچ کس نباید پسر او فرعون را به قتل برساند. همه مشتری ها حرف میفروش را تصدیق کردند، ولی چون از پادر آوردن یک کاهن ممکن بود به عواقب و وخیم منتهی شود، من و کاپتا مثل سایر مشتری ها ترجیح دادیم که از میخانه خارج شویم. مریت برای بدرقه من به راه افتاد و وقتی به راهروی تاریک میخانه رسیدیم، من دست را روی دست او نهادم و گفتم: از چشمهای تو پیداست که تو نیز مثل من تنها هستی و برادر نداری، یعنی شوهر نداری، زیرا در مصر ازدواج خواهر و برادر جایز بود و من میل دارم که روزی تو را با لباس مد جدید ببینم و یقین دارم که تو در این لباس زیبا خواهی شد. مریت دست مرا که روی دستش نهاده شده بود عقب نزد و گفت: ممکن است روزی من این لباس را بپوشم و از تو که پزشک هستی درخواست کنم که راجع به برخی از اعضای بدن من اظهار نظر نمایی و بگویی که آیا زیباتر از اعضای متشابه که در حرفه طبی خود دیده ای هست یا نه. اکنون سرگذشت من به جایی رسیده که باید چیزهایی بگوییم که وقتی دو چشم من آنها را دید از شدت نفرت می لرزیدم، ولی وسیله‌ای برای جلوگیری از وقوع حوادث نداشتم. باید چیزهایی بگویم که تو ای کسی که این کتاب را بعد از مرگ من می خوانی آنها را باور خواهی کرد، زیرا پیش بینی می کنم که از این حوادث در زمان تو هم اتفاق می افتد، چون در آغاز این کتاب گفتم در جهان همه چیز تغییر خواهد کرد غیر از حماقت نوع بشر و تا دنیا باقی است از حماقت مردم استفاده خواهند نمود. در وسط تابستان هرمهوب فرمانده قشون مصر از سرزمین کوش واقع در جنوب مصر مراجعت کرد. چلچله ها بر اثر گرمای هوا پرواز نمی کردند و صدای آنها به گوش نمی رسید و در برکه ها آب متعفن می شد. مردم هنگام روز از خانه ها بیرون نمی آمدند مگر آنها که مجبور بودند در اسکله تبس به کار مشغول شوند یا در صحرا زراعت کنند. ولی باغ اقنیا پیوسته خنک و پر از گل بود و همواره در جدول های باغ آب جریان داشت. در آن تابستان
فرعون برخلاف سنوات قبل از کاخ خود در طبس خارج نشد تا اینکه به مصر سفلا برود و از هوای خنک آنجا استفاده نماید، و چون فرعون به ییلاق نرفت همه دانستند که وقایعی بزرگ اتفاق خواهد افتاد. یک روز مردم مطلع شدند که هرمهوب آمده است و از منازل خارج شدند که سربازهای فرعون را مشاهده نمایند. آنها دیدند که از تمام جاده هایی که از جنوب به منتهی به طبس می شد سربازهای سیاه پوست قوارالود با سرنیزه های مسین که بر نیزه های بلند می درخشید وارد شهر گردیدند. سیاه پوستان که چشم ها و دندان های سفید داشتند با حیرت اطراف را می نگریستند و معلوم بود که از مشاهده شهری به عظمت و زیبایی طبس تعجب می کردند. در همان موقع که سربازهای سیاه پوست وارد طبس شدند، کشتی های جنگی فرعون به اسکلد رسیدند و از کشتی ها عرابه های جنگی و اسب به خشکی منتقل گردید و مردم دیدند که رانندگان، عرابه ها و کسانی که عهده‌دار تیمار اسب ها بودند نیز سیاه یا از سکنه سرزمین شردن می باشند. توضیح حاشیه: شردن منطقه‌ای بود که امروز به نام کشور لیبی خوانده می شود. مترجم. ادامه متن. و باید بگویم که در آغاز در مصر اولاغ را در عرابه های جنگی می بستند و اسب بستن به عرابه جنگی رسمی است که از شردن وارد مصر شد و آنگاه سیاه پوستان نیز مثل سکنه شردن تیمار اسب ها را بر عهده گرفتند. وقتی سربازهای سیاه پوستان وارد شهر شدند، هنگام شب در چهار راه ها آتش نگهبانی افروختند و راه شط را از شمال و جنوب مسدود کردند، به طوری که هیچ کس بدون اجازه فرمانده ارتش مصر نمی توانست از راه نیل برای رفتن به شمال یا جنوب استفاده کند. در همان روز که سربازان سیاه پوست وارد طبس شدند، مردم طوری مضطرب گردیدند که کار در کارگاه ها و آسیاب ها و دکان ها و اسکله ها تعطیل گردید. کسبه شهر طبس آنچرا که همواره مقابل دکان ها می گذاشتند تا توجه مشتری را جلب نمایند به داخل دکان بردند و درب دکان ها را بستند و به وسیله یه تیر و تسمه های مسین درها را محکم نمودند و میفروشان و صاحبان منازل عمومی یک عده مردان زورمند و بی‌تربیت را استخدام کردند که اگر حوادث ناگوار اتفاق افتاد مانع از این شوند که میفروشی و خانه عمومی مورد حمله قرار بگیرد. مردم که در طبس فقط در مواقع فوق‌العاده برای رفتن به معبد لباس سفید می‌پوشند، جامه‌های سفید در بر نمودند و به طرف معبد آمون که در واقع یک شهر است به راه افتادند و برای ذکر وسعت معبد آمون همین بس که مدرسه دارالحیات یکی از مؤسسات معبد آمون بود. همان روز که سربازان سیاه پوست وارد طبس شدند و کار تعطیل گردید، شهرت پیچید که شب قبل محراب معبد آتون که رقیب معبد آمون بود ملوث گردیده و یک سگ مرده را به محراب انداختند و سرنگهبان معبد را گوش تا گوش سر بریدند و مردم از شنیدن این خبر به ظاهر ابراز تأسف کردند، ولی در باطن همه خوشوقت بودند، زیرا کسی نسبت به خدای جدید که حرفهای عجیب میزد محبت نداشت. و باز همان روز کاپتا به من گفت: ارباب من، وسایل و ادوات طبی خود را در دسترس بگذار، برای اینکه من پیش بینی میکنم که از فردا یا پس فردا باید طوری کار کنی که برای غذا خوردن هم فرصت نخواهی داشت. آن روز که سیاه پوستان وارد شدند، چون شنیدم که هرمهوب وارد گردیده، رفتم که او را ببینم، ولی معلوم شد که هرمهوب بعد از همه، یعنی روز بعد وارد خواهد شد. آن شب سربازهای سیاه پوست در طبس بودند.
بدون اینکه فرمانده ارتش حضور داشته باشد. و سیاه‌پوستان چند دکان را مورد تاراج قرار دادند و به چند خانه عمومی حمله ور شدند. ولی نگهبانان ارتش که سفید پوست و مصری بودند، آنها را در انظار مردم به چوب بستند. اما این مجازات جبران زیان صاحبان کالا و خشم صاحبان منازل عمومی را نکرد. روز بعد هنگام عصر، هرمهوب با یک کشتی جنگی وارد تبس شد و من با شتاب خود را به اسکله رسانیدم که او را ببینم. تصور نمی کردم که به سهولت نائل به ملاقات او بشوم، ولی به محض اینکه به وی اطلاع دادند که سینوهه برای دیدار تو آمده، امر کرد که مرا به کشتی ببرند. تا آن موقع من درون یک کشتی جنگی مصری را ندیده بودم، ولی وقتی وارد یک کشتی شدم دیدم که بین یک کشتی جنگی و یک سفینه بازرگانی خیلی تفاوت وجود ندارد جز اینکه کشتی جنگی دارای وسایلی برای انداختن آتش است و بادبانهای آن رنگارنگ و قشنگ می باشد و جلو و عقب کشتی را به طرزی زیبا تزئین کردند. وقتی هرمهوب را دیدم، مشاهده کردم که عضلات بازوی او برجسته تر شده و سینه های فرمانده کل قشون طوری برآمدگی داشت که گویی سینه های یک زن است. هرمهوب شلاقی در دست داشت که دسته آن زر بود و یک طوق زرین روی سینه اش دیده می شد و من وقتی مقابل او رسیدم، دو دست را روی زانوها نهادم و رکوع کردم. هرمهوب خندید و گفت: ای سینوه ابن الحمار، موقعی خوب نزد من آمدی، ولی چون خیلی بزرگ شده بود مرا نبوسی و من هم جرأت نمی کردم که او را ببوسم. کنار هرمهوب مردی فربه و کوتاه قد دیده می شد که از گرما عرق می ریخت و من نمی دانستم او کیست و یک مرتبه با حیرت دیدم که هرمهوب شلاق خود را که علامت فرماندهی می باشد به وی داد و طوق زرین را از گردن خارج کرد و به طرف او دراز نمود و گفت: این طوق را به گردن بیاویز و از امروز فرماندهی قشون مصر را به عهده بگیر تا اینکه خون ملت مصر به وسیله دستهای کثیف تو ریخته شود، نه به وسیله دستهای من. من از قدیم به طرز تکلم هرمهوب آشنا بودم و می دانستم که وی آنچه در دل دارد می گوید و ظاهر سازی نمی کند و می شنیدم که حتی با فرعون هم طوری صحبت می نماید که گاهی شبیه به پرخاش می شود. ولی من نزد او مستثنا بودم و هرگز نسبت به من پرخاش نمی کرد. کلمات مهم نیز بر زبان نمی آورد. وقتی شلاق و طوق را به آن مرد فربه و کوتاه قد داد، رو به طرف من کرد و گفت: سینوهه، از آن جهت گفتم که موقعی خوب آمدی که من حاضرم به خانه تو بیایم، زیرا از این میزان به بعد فرمانده قشون مصر نیستم. توضیح حاشیه: میزان که امروز ما آن را ترازو می‌دانی، در مصر قدیم نام ساعت آبی بوده و همانطور که ما می‌گوییم از این ساعت به بعد، مصری‌ها می‌گفتند از این میزان به بعد. مترجم ادامه متن: و اگر در خانه تو حسیری یافت شود، میل دارم که روی آن بخوابم و رفع خستگی کنم و بیش از این با دیوانگان هم صحبت نباشم. آنگاه دست خود را روی شانه مرد فربه و کوتاه قد گذاشت و اظهار کرد: سینوهه، این مرد را به دقت نگاه کن و او را بشناس، زیرا این مرد کسی است که از این میزان به بعد بلکه مصر را در دست دارد، زیرا وی فرمانده جدید قشون مصر می باشد و فرعون او را جانشین فرعون گفتم دیوانه است، ولی اگر تو خوب این مرد را بنگری می فهمی که فرعون باز محتاج من خواهد شد. فرمانده جدید ارتش که عرق می ریخت گفت: هرمهوب، نسبت به من خشمگین مباش، زیرا تو می دانی که من نمی خواستم جای تو را بگیرم، زیرا من مرد جنگ نیستم و فکر می کنم که سکوت باغ من و بازی کردن با گربه هایی که در آن باغ دارم از شنیدن قوقای میدان جنگ بهتر است. لکن بعد از اینکه فرعون مرا
فرمانده جدید قشون کرد، نمی توانستم اراده وی را محترم نشمارم. ویژان که گفت نه جنگ در خواهد گرفت و نه خون بر زمین ریخته خواهد شد، بلکه آمون به خودی خود سرنگون خواهد گردید و از بین خواهد رفت. هرمهوب گفت یکی از عیوب بزرگ فرعون این است که وقتی آرزویی می کند در عالم پندار می بیند که آرزوی او تحقق یافته و آن وقت تصور می نماید که آنچه فکر می کرده به راستی به صورت عمل در آمده است. در مورد آمون هم این اشتباه را کرده و تصور می نماید که بدون خونریزی می توان خدای آمون را سرنگون کرد و خدای آتون را به جای او گذاشت. و چون می داند که تو گربه ها را دوست داری و از جنگ متنفر هستی، مأموریت از بین بردن خدای آمون را به تو وادار کرده است. ولی من به تو می گویم که بدون خون ریزی این کار شدنی نیست و تو باید عده کثیر را به قتل برسانی تا اینکه موفق شوی خدای آمون را سرنگون نمایی. لکن خونهایی که ریخته می شود چون از تو نیست زیان نخواهی دید. پس از این گفته هرمهوب طوری کف دست را به پشت آن مرد زد که وی خم گردید و آنگاه به من گفت که به اتفاق از کشتی برویم. وقتی که می‌خواستیم از کشتی خارج شویم، سربازانی که آنجا نشسته بودند برخاستند و نیزه را به کنار کردند و به هرمهوب سلام دادند. او خطاب به سربازان بانگ زد من از شما خداحافظی می‌کنم، ولی می‌دانم که روزی نزد شما مراجعت خواهم کرد و تا روزی که نیامده ام از این مرد که فرمانده جدید شماست اطاعت کنید و انضباط را رعایت نمایید، وگرنه بعد از مراجعت انقدر چوب و شلاق بر پشت شما خواهم نواخت که گوشت بدن شما شرحه شرحه جدا شود. سربازها خندیدند و هرمهوب گفت من اساس خود را از کشتی خارج نمی کنم چون می دانم که در اینجا بهتر محفوظ می مانند. و سپس دست را حلقه گردن من کرد و اظهار نمود سینوه امشب من میل دارم خود را مشغول کنم. گفتم در این شهر میخانه‌ای هست موسوم به دم تمساح و دارای یک نوع نوشیدنی معطر میباشد که در هیچ جا حتی در بابل و کرت نظیر آن یافت نمیشود، ولی قوی است و باید در صرف آن امساک کرد. و آیا میل داری که به آنجا برویم و تو از این آشامیدنی بنوشی؟ هرمهوب گفت آری میل دارم به این میخانه برویم. و گفتم در این صورت دستور بده که یک دسته سرباز برای حفاظت تو و جلوگیری از بی‌نظمی به این میخانه بروند. با اینکه هرمهوب دیگر فرمانده ارتش نبود، طوری برای فرمانده جدید امر صادر کرد که گویی آن مرد هنوز زیر دست وی است و به او خدمت می‌کند. به او گفت یک عده از سربازان قابل اعتماد را به میخانه دم تمساح بفرست تا اینکه امروز و روزهای دیگر مواظب آن میخانه باشند و نگذارند که در آنجا بی‌نظمی به وجود بیاید. من از صدور این دستور راضی شدم، زیرا حدس می‌زدم که اگر وقایع ناگوار اتفاق بیفتد، میخانه دم تمساح یکی از نقاطی است که قبل از جاهای دیگر مورد حمله رجاله قرار خواهد گرفت، برای اینکه همه می دانستند که در عقب میخانه مزبور اتاقهایی وجود دارد که مرکز معاملات کسانی است که به قبور اموات دست برد می زنند یا زر و سیم مسروقه را بین خود تقسیم می نمایند. این اسرار را بعضی از مردم می دانستند و لذا در صورت بروز حوادث ناگوار به میخانه مزبور حمله می کردند و ضرری فاحش به کاپتا وارد می آمد. ولی بعد از اینکه هرمهوب دستور داد که یک دسته سرباز مستحفظ برای آن میخانه باشند، این خطر از بین می رفت. من راهنمایی هرمهوب را بر عهده گرفتم و او را به دم تمساح بردم و در یکی از اتاقهای خصوصی نشانیدم و مریت برای او آشامیدنی مخصوص را آورد. هرمهوب با یک جرعه آن را سر کشید و سرفه کرد، ولی بعد از چند لحظه خواست که یک پیمانه دیگر از آن نوشیدنی را برایش بیاورد. مریت بار دیگر یک پیمانه از آشامیدنی مزبور را برای هرمهوب آورد و وی نوشید و به من گفت
این زن زیباست و آیا با تو دوستی دارد؟ گفتم دوستی من با این زن دوستی عادی است و دارای جنبه خصوصی نمی باشد. من منتظر بودم که هرمهوب دست خود را روی دست مریت بگذارد، ولی او با ادب زن را مرخص کرد و بعد از اینکه وی رفت به من گفت: سینوه، فردا روزی است که در تبس خون جاری خواهد شد، برای اینکه فرعون تصمیم گرفته که خدای خود را جانشین آمون کند، و من چون فرعون را دوست می‌دارم از این اقدام وی جلوگیری نمی‌کردم، زیرا می‌دانم که اگر ممانعت می‌نمودم فرعون طوری افسرده می‌شد که ممکن بود از قصه بمیرد. و تو می‌دانی که من کسی هستم که در بیابان هنگامی که فرعون ولیعهد بود با حضور تو او را به وسیله لباس خود پوشانیدم که سرما نخورد، و از همان موقع محبت این مرد در روح من جا گرفت. ولی چون می‌دانم که اقدام فرعون برای تغییر خدا سبب خونریزی می‌شود، از فرماندهی ارتش مصر کناره‌گیری کردم که مسئول ریختن خون مردم نباشم، زیرا می‌دانم که اگر من این مسئولیت را برگردن می‌گرفتم، در آینده نزد ملت مصر منفور می‌شدم. سینوه، از وقتی که من و تو در سوریه از هم جدا شدیم، آب بسیاری از بستر رود نیل گذشته و به دفعات این رود طغیان کرده، سواحل را زیر رسوب مدفون نموده است و همینطور در این کشور هم حوادث زیادی اتفاق افتاده. از جمله بر حسب دستور فرعون به جنوب کشور مسافرت کردم تا اینکه تمام سخله‌های نظامی را منحل کنم و سربازان سیاه پوست را به تبس بیاورم، و اکنون در هیچ یک از شهرهای جنوب مصر سرباز وجود ندارد و سربازخانه ها خالی است. این عمل در سوریه هم تکرار می شود و بدون شک سوریه خواهد شورید، و آن وقت شاید فرعون متوجه جنون خود گردد و بداند که کشور را بدون سرباز نمی توان نگاه داشت. از وقتی که فرعون در صدد برآمده که طبق گفته خدای خود عمل کند و دیگر از معادن مصر چیزهای قابل ملاحظه بیرون نمی آید، برای اینکه می گوید که غلامان را آزار نکنید و آنهایی را که تنبل هستند و در معدن کار نمی کنند به شلاق نبندید. من با اینکه سربازم و کاری به خدایان ندارم، برای خدای جدید فرعون نگرانی دارم، زیرا می بینم که این خدا قصد دارد که به وسیله خونریزی جای خدای سابق را بگیرد و من از کارهای خدایان سر در نمی آورم. ولی این را می فهمم که خدا برای این به وجود آمده که مردم را سعادتمند کند، نه اینکه خون آنها را بریزد، و از نظر سیاسی من با اقدام فرعون موافق هستم، ولی نه با این صورت که وی می خواهد خدای آمون را سرنگون نماید. فایده سیاسی اقدام فرعون این است که خدای آمون نظر به اینکه مدتی طولانی در مصر خدایی می کرد خیلی فربه شده و دارای مزارع و تاکستان ها و گله ها و آسیاب های زیاد گردیده، و وقتی فرعون این خدا را سرنگون کرد، تمام ثروت خدای آمون نصیب فرعون خواهد گردید. ولی این کار با این صورت که فرعون می خواهد به انجام برساند سبب قتل هزارها نفر و ویرانی تبس خواهد گردید. گفتم: هرمهوب، من از نظر اصول با سرنگون کردن خدای آمون موافقم، برای اینکه آمون خدایی است حریص و بی‌رحم و مخالف با آزادی مردم، و طوری به وسیله کاهنان خود مردم را در جهل نگاه داشته که در این کشور هیچ کس نمی‌تواند چیزی بفهمد، و اگر بفهمد قوه ابراز آن را ندارد، وگرنه کاهنان او را محو می‌کنند و مردم پیوسته در بیم آن از آمون به سر می‌برند. ولی آتون خداییست بی طمع و صلح دوست و آزادی خواه که می‌خواهد مردم را از ترس نجات بدهد. هرمهوب گفت: من با عقیده تو موافق نیستم و خدایی را که وحشت آور نباشد خطرناک می‌دانم، برای اینکه ملت را نمی‌توان بدون ترس اداره کرد، و خدای جدید نظر به اینکه مهربان و صلح دوست و آزادی خواه است برای مصر خطرناکتر از خدای قدیم می باشد. معهازا من در مورد لزوم سرنگون کردن خدای آمون با تو موافق هستم و می گویم که باید این خدا از بین برود، ولی نه اینطور که فرعون عمل می کند.
اگر فرعون ترتیب این کار را به من واگذار می‌کرد، من طوری خدای آمون را از بین می‌بردم که حتی خون یک نفر از افراد ملت ریخته نشود. از او پرسیدم تو چه می‌کردی؟ هرمهوپ گفت من در یک شب در سراسر مصر به طور پنهانی و بدون اینکه کاهنان معبد آمون مطلع شوند، تمام کاهنان درجه اول آمون را به قتل می‌رسانیدم و کاهنان دیگر را برای استخراج معادن می‌فرستادم، به طوری که صبح روز بعد وقتی مردم از خانه‌ها بیرون می‌آمدند یک کاهن نمی‌دیدند و به این ترتیب خدای آمون از بین می‌رفت، زیرا قدرت آمون وابسته به کاهنان اوست و وقتی آمون کاهن نداشته باشد قدرت ندارد. مردم هم بعد از اینکه دیدند خدا ندارند، هر خدایی را که به آنها عرضه کنند می‌پرستند، زیرا شعور مردم قادر نیست که بین یک خدا و خدای دیگر را فرق بدهد. ولی چون فرعون می‌خواست که این کار را علنی به انجام برساند، امروز در طبس و بسیاری از شهرهای مصر هر کودک می‌داند که فرعون قصد دارد آمون را از بین ببرد و به همین جهت کاهنان مردم را در معبد طبس و شهرهای دیگر جمع کردند و آنها را تشجیع به مقاومت می نمایند و مردم بر اثر تحریک کاهنان مقاومت می کنند و خون ریخته می شود. بعد از این حرف هرمهوپ یک پیمانه دیگر از نوشیدنی تمساح سفارش دادیم و او نوشید و پیمانه سوم او را مست کرد. سر را روی دست‌ها نهاد و برای بدبختی ملت مصر که قتل عام می شوند گریست. من می‌خواستم از گریه او ممانعت کنم، ولی یک وقت متوجه گردیدم که هرمهوپ خوابیده است. فصل سیوم، کشتار در طبس. شب در آن اتاق خصوصی حفاظت هرمهوپ را بر عهده گرفتم، زیرا اگر او را رها می کردم و می رفتم، ممکن بود که فرمانده جدید قشون مصر به جان وی سوء قصد کند. ولی از صحن عمومی دکه تا صبح صدای خنده و غوغای سربازهایی که مستحفظ میفروشی بودند به گوش می رسید، زیرا کاپتا و شاگرد او که می دانستند حوادثی وخیم اتفاق خواهد افتاد، به سربازان آبجو و غذا می خورانیدند تا اینکه دوستی آنها را جلب کنند. در آن شب نه فقط من نخوابیدم، بلکه در شهر طبس هیچ کس غیر از افسران و سربازان فرعون نخوابیدند و من بعد شنیدم که خود فرعون هم در آن شب بیدار بود، چون مردم می فهمیدند که روز بعد در زندگی سکنه شهر طبس یک روز بزرگ خواهد بود و در آن روز به احتمال قوی بین ارتش مصر و سکنه شهر که در معبد بزرگ آمون و مقابل معبد ازدحام کرده بودند جنگ در می گیرد. در آن شب کاهنان معبد آمون قربانی کردند و به کسانی که درون معبد و خارج از آن بودند نان و گوشت خورانیدند و طوری فریاد آنها بلند بود که وقتی من در اتاق خصوصی میکده گوش فرا می دادم صدای آنها را می شنیدم. کاهنان لحظه به لحظه نام آمون را می بردند و می گفتند که هر کس که در راه آمون خود را فدا کند به طور حتم نائل به سعادت جاوید خواهد گردید و من یقین دارم که اگر کاهنان مردم را تحریک نمی کردند، خونریزی روز بعد و ایام دیگر به وقوع نمی پیوست. چون اگر کاهنان تسلیم می شدند
فرعون که صلح دوست بود و از خونریزی نفرت داشت، آنها را آزار نمی کرد و بعید نبود که قسمتی از اراضی و زر و سیم آمون را به کاهنان مزبور بدهد که بقیه عمر را به راحتی زندگی نمایند.